سرخط خبرها، جزئیاتی از حمله زمینی شکست خورده اسرائیل علیه غزه، تشدید حملات علیه غزه پس از نزدیک شدن به آتش بس، و هشدار فرمانده پیشین ناتو نسبت به تشدید تنش میان ایران و آمریکا. این بسته خبری از بیک، خوش آمدید. جنبش حماس جزئیاتی از حمله زمینی شب گذشته رژیم صهیونیستی علیه غزه که با شکست مواجه شد منتشر کرد. به گزارش روز شنبه از المیادین، جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد که حمله زمینی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه با شکست مواجه شد. در این بیانیه آمده است که این حمله در 3 محور انجام شد، اما با مقابله مبارزان مقاومت خسارت‌های زیادی به نظامیان صهیونیست و مهمات آنها وارد شد. جنبش حماس تاکید کرد که دشمن صهیونیستی در کمین‌های افتاد که مقاومت فلسطین در محورهای متعدد ایجاد کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است که برای مقابله با این حمله از موشک‌های کورنت و راکت‌های یاسین استفاده شد و انتظار داریم که دشمن بار دیگر این حمله را انجام دهد. جنبش حماس همچنین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی برای منتقل کردن کشته‌ها و زخمی‌های خود از میدان نبرد از بالگرد استفاده کرد. عملیات طوفان الاقصی در حالی وارد 22 روز خود شده که خبرها از تشدید حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی، درمانی و مدارس غزه حکایت دارد و این منطقه از زمین، دریا و آسمان زیر بمباران سلاح‌های مرگبار رژیم آپارتاید تل‌آویو قرار دارد و این در حالی است که مقامات واشنگتن حمایت همه‌جانبه خود از رژیم صهیونیستی را به اوج خود رساندند. در همین حال ارتش رژیم صهیونیستی که از نبرد با رزمندگان مقاومت درمانده شده، فقط به دنبال کشتار مردم غزه می‌باشد تا از این راه به مقاومت فشار بیاورد و برنامه های خود را تحمیل کند، غافل از این که تمام مردم غزه عضو مقاومت ضد صهیونیستی هستند. شرایط مردم غزه آنقدر وخیم است که حتی شبکه آمریکایی MBC نیز بام داده امروز شنبه به نقل از تیم خبری خود گزارش داد که وضعیت ساکنان غزه در زیر حملات بی امان و همه جانبه رژیم صهیونیستی اسفبار و وحشتناک است. شبکه المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی پس از نزدیک شدن با آتش بس در غزه با میانجیگری دوحه همه کارت‌های روی میز را برهم زد و حملات خود علیه نوار غزه را تشدید کرد. منابع آگاه در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین تصریح کردند که اقدام شب گذشته رژیم صهیونیستی در تشدید حملات علیه نوار غزه پس از نزدیک شدن به دستیابی به یک توافق آتش بس و تبادل اسرا با میانجیگری قطر صورت گرفت. به گفته این منابع، اسرائیل می‌خواست تنها یک روز با آتش بس پایبند بماند و گذرگاه رفح را برای تنها یک روز باز کند، امری که مقاومت آن را رد کرد. تشدید حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی علیه غزه پس از نزدیک شدن به یک توافق آتش بس که شامل آزادی کلی اسرای زن و کودک نزد رژیم صهیونیستی در قبال آزادی اسرای غیر نظامی اسرائیلی بود صورت گرفت. این منابع تصدیق کردند این توافق شامل آزادی کلی زنان، کودکان و نوجوانان فلسطینی زیر 18 سال از جمله 40 زن و 100 کودک و نوجوان در مقابل آزادی 100 اسیر غیر نظامی اسرائیلی بود. از دیگر شروط این توافق باز شدن آب به روی نوار غزه، بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود سوخت و ماشین‌های سنگین به منظور آواربرداری و ممانعت از پرواز جنگنده‌ها، بالگردها و پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز نوار غزه در طول ایام آتش بس بود. به گفته این منابع، اسرائیل تنها برای یک روز به این آتش بس پایبند بود و گذرگاه رفح را برای تنها یک روز باز گذاشت و این امری بود که مقاومت با آن مخالفت کرد. وبگاه فلسطین الیوم در روز جمعه 27 اکتبر نوشت که مذاکرات برای توافق آتش بس در غزه و تبادل اسرا در جریان است و منابع آگاه در شبکه الجزیره نیز اعلان کردند که مذاکرات برای دستیابی به آتش بس و تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر تسریع شده است. محمد الخلیفی وزیر مشاور در امور خاورمیانه قطر نیز پیشتر اعلام کرده بود که آزادی کلیه گروگان‌ها نزد حماس در نوار غزه در صورت توقف درگیری‌ها روزهای آتی میسر است. وی به عنوان مذاکره کننده ارشد
وزارت در امور و سرای اسرائیلی نزد حماس گفت مذاکرات دشوار است و با افزایش خشونت و تداوم هر روزه بمباران‌ها ماموریت ما دشوار شده است، اما پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده است. من به تحقق گشایش در پرونده گروگان‌ها خوشبینم. هدف ما آزادی کلی گروگان‌های غیر نظامی است. این چیزی است که بدون بالا آن هستیم و می‌خواهیم که محقق شود. این در حالی است که کتایب شهید عزالدین القسام شاخه نظامی حماس در این مدت تا کنون 4 اسیر از جمله یک مادر و دختر آمریکایی و 2 زن سالمند اسرائیلی را آزاد کردند. شب گذشته شبکه العربیه نیز از جریان داشتن مذاکرات آتش‌بس میان تل آویو و حماس با میانجیگری مصر و قطر خبر داد و اعلام کرد مذاکرات میان حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر و قطر برای آزادسازی گروگان‌ها جریان دارد. اسرائیل پیشنهاد آتش‌بس به ازای آزادسازی تمام گروگان‌ها و اجساد کشته شدگان اسرائیلی را مطرح کرده است. بر اساس این گزارش حماس پیشنهاد اسرائیل را رد کرده و خواستار آزادی تمام اسرای فلسطینی شده است و رژیم موقت نیز به خواسته حماس برای برقراری آتش‌بس بلند مدت پاسخی نداده است. تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در حالی صورت می‌گیرد که شب گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنویس یک قطعنامه غیر الزام آور که خواستار برقراری آتش‌بس انسان دوستانه در غزه است را با 120 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 45 رأی ممتنع به تصویب رساند. جیمز استارویدیس فرمانده پیشین ائتلاف نظامی ناتو با اشاره به احتمال گسترش جنگ در سایه درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس نسبت به تشدید تنش بین ایران با آمریکا هشدار داد. به گزارش روز شنبه ایرنا، تارنامه خبری هیل نوشت فرمانده پیشین ائتلاف نظامی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه نسبت به تشدید تنش میان ایران با آمریکا هشدار داد. استارویدیس در مصاحبه با شبکه خبری MSNBC اضافه کرد که من هنوز شانس درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا را اندک می‌دانم، زیرا هیچ یک از طرفین خواهان جنگ نیستند. و سپس مدعی شد ایران خود با وضعیت داخلی و اقتصادی آشفته ای روبروست و متحدان و شرکای بسیار کمی دارد و اساساً دوستی هم در منطقه ندارد. این درگیردار بازنشسته آمریکایی با این اظهارات چنین نتیجه گرفت که ایران واقعاً خواهان ورود به جنگ با آمریکا نیست. و همچنین با اشاره به آخرین سال دوره نخست ریاست جمهوری جو بایدن خاطر نشان کرد که آخرین چیزی که دولت بایدن می‌خواهد آغاز یک جنگ است. استواردیس به همین دلیل شانس آغاز جنگ بین تهران و واشنگتن را 10% ارزیابی کرده، ما همین میزان را هم زیاد دانست و افزود چیزی که ما باید نگران آن باشیم تشدید تنش است. و سپس پیش بینی کرد چنانچه ایران به اقدامی علیه آمریکا دست بزند، واشنگتن تلافی می‌کند و در این میان است که حزب الله هم وارد این جنگ می‌شود و شلیک موشک به سمت اسرائیل را آغاز خواهد کرد. اصرارات این مقام پیشین ناتو در حالی صورت می‌گیرد که سخنگوی پنتاگون روز به هفته گذشته گفت که نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و نیروهای مقاومت حماس دست کم 13 بار هدف حمله قرار گرفتند. گفته می‌شود در اثر این حملات 24 سرباز آمریکایی در نتیجه تهاجم پهپادها به پایگاه‌های هوایی اتنف و الاسد در سوریه زخمی شدند. از همین رو ناظران بیم آن دارند که درگیری میان نیروهای مقاومت فلسطین و اسرائیل که از تاریخ 7 اکتبر در نتیجه حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل موسوم به طوفان الاقصا آغاز شده گسترش شیابد. کارشناسان نگرانند که بازیگران منطقه‌ای از این درگیری برای گشودن یک جبهه اضافی یا بی‌ثبات کردن منطقه استفاده کنند. در همین حال پیتر سیجارتو وزیر امور خارجه مجارستان با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در غزه نسبت به وقوع هر گونه جنگی در خاورمیانه هشدار داد و گفت که نتایج وقوع چنین جنگی با توجه به جنگ جاری در اوکراین غیر قابل پیش بینی خواهد بود. به گزارش روز شنبه از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، پیتر سیجارتو وزیر خارجه مجارستان تلاش برای جلوگیری از وقوع یک جنگ بزرگ در منطقه خاورمیانه را بسیار با اهمیت خواند و گفت از آنجایی که جنگ در اوکراین همچنان جریان دارد و تهدید نارامی‌ها در آفریقا نیز رو به افزایش است، بنابراین بس و تشدید درگیری بین فلسطینیان و اسرائیل در چنین شرایطی نتایج غیر قابل پیش‌بینی را در بر خواهد داشت. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.